دوستان. خب در اینجا میخواییم یک راهنمایی رو بارستون ارائه بدیم برای استفاده از اپلیکیشن پرینت چک، که این اپلیکیشن توسط نرم افزار اکسل با زبان VBA نوشته شده. خب برای این کار اول این نرم افزار رو باز میکنیم، همون فایل اکسل هستش، به راحتی باز میشه. با اگر آفیس داشته باشین بهتره که آفیس 2013 به بالا داشته باشین. خب وقتی که اینو باز میکنی، همونطور که میبینین بالای ریبون زرد رنگ هستش که واسه پرتک کردن این فایل قرار داده شد، توسط خود اکسل هم قرار داده شده. من میتونستم در طریق وی بی ای اینو بردارم، اما خب بهتره که باشه واسه اینکه پرتکت باشه. خب اولین کاری که میکنی اینو اینیبل باید بکنی، اینیبل ایدیتینگ و اینیبل کانتنت. خب تو برگه اول که برگه دیتا هستش، ما اطلاعاتی که میخواییم وارد چک بکنیم رو اینجا وارد میکنیم. اطلاعاتی که میخواییم توی چک پرینت بشه، مثل تاریخ، مثل مبلغی که میخواییم واسه اون چک در نظر بگیریم، نام و نام خانوادگی که میخواییم واسه اون شخص چک رو صادر بکنیم، توضیحاتی که داریم و همچنین ارتفاع و عرض چک. از اونجایی که چک های بانک ملت با بانک ملی و بانک های دیگه با هم دیگه متفاوت هستش طول عرضشون، ما باید طول عرض اون رو به سانتی متر اینجا وارد کنیم تا بتونیم پرینتی که میگیریم دقیقا روی اون قسمت هایی که میخواییم بیفته. خب در بعد از اینکه این دیتا رو وارد کردیم، سه تا دکمه اینجا واسه شما تعبیه شده. یه دکمه هستش که تنظیمات تک پرینته و وقتی که ما میخواییم پرینت رو بگیریم، اگر از همین یه دونه بخواییم پرینت بگیریم، خب این دکمه رو میزنیم. اما بعضی وقتا ما یه تعداد زیادی پرینت میخواییم بگیریم و میخواییم اول اطلاعات رو وارد کنیم، یه جا ذخیره بشه و بعد پرینت رو بگیریم، که میتونیم از اضافه کردن به لیست پرینت ها استفاده کنیم. وقتی که این اضافه کردن به لیست پرینت ها رو میزنیم، میگه دیتا سابمیتد، یعنی دیتا ثبت شده، و اگر تو قسمتش برگه لیست بریم میاد اینجا وارد میشه، یه دیتای جدید رو اضافه میکنه و اون وقت میتونیم ما از کل این لیست پرینت بگیریم به ازای هر یه شخصی. حالا اینجا من اشخاصو یکی گذاشتم، مثلا یه دفعه به نام آرمین کشاورزیه، یه دفعه به نام آرش مثلا بهرامیه و هر چیزی. خب مثلا توضیحاتشون هم برابره و دوباره اضافه کردن به لیست رو میزنیم و این شخص جدید به لیستمون اضافه میشه. خب بعدش میتونیم لیستی که قبلا داشتیم رو کلن پاک کنیم. اگر این رو بزنیم کل لیست پاک میشه و میتونیم یه لیست جدید رو داشته باشیم و دوباره اینجا اضافه کنیم. خب حالا فرض کنیم که ما دیگه لیستمون رو وارد کردیم و میخواییم ازش پرینت بگیریم. اگر فقط از این آخریه بخواییم پرینت بگیریم، تنظیمات تک پرینت رو میزنیم. یه سوالی از ما میپرسه که آیا پرینترتون به صورت ورتیکال داره چاپ رو انجام میده یا به صورت هوریزنتال، که بسته به نوع پرینترتون باید این رو انتخاب بکنیم. خب که دیفالت حالا پرینترها خیلی هاشون ورتیکال هستش، ولی حالا میتونین هوریزنتال هم هست واسه بعضیا که بعد انتخاب کنن. فرض کنیم ورتیکال رو انتخاب کردیم، ما رو رجوع میده به شیت چک، شیت سوم، و بعد به ما میگه که حالا عکس و تصویر اون چکتون رو، فرض کنیم یه چک خام رو اسکن کردین الان توی کامپیوترتون دارین، الان باید اون رو انتخاب بکنین. اوکی که بزنیم، یه فولدر پیکر میادش، تو اون قسمتی که عکس چکتون قرار داره رو میرین و انتخاب میکنین و اوکی میزنین و بعد میاد میگه که حالا عکسو که انداختی این تصویر رو برابر با این قسمت‌های آبی بکن، تنظیم کن و بذار اندازین تا اندازه واقعی چکت باشه. الان من این رو میکشم، در واقع اندازه واقعی چک به این صورت هست. وقتی که اسکن کردیم ممکنه بزرگتر و کوچیکتر بیفته، ما باید به این اندازه تنظیمش کنیم. و حالا وقتی که این کار رو کردیم، باید این نوشته ها رو توی اون جایی که باید قرار بگیره قرار بدیم. مثلا این عددی هستش، باید بیاد اینجا باشه. اینا رو باید دستی تنظیم کنیم دیگه، نمیتونیم کار خاصی بکنیم. مثلا این بیاد کامل
زیر تاریخ بشینه، تاریخ عددی زیرش تاریخ حروفی باشه، به حروف اعداد رو گفته باشه. و خب فرض کنید تنظیمات رو انجام دادین، حالا میخواییم پرینت رو بگیریم. توی این قسمت دوباره سه تا گزینه گذاشتیم. یه دونه تنظیمات پرینت هستش، واسه زمانی هستش که شما فکر میکنید تنظیمات خوب انجام نشده یا میخواییم اصلا چک رو تغییر بدین ولی دیتا رو تغییر ندین، میتونید از این تنظیمات پرینت استفاده کنید و دقیقا همون کار رو اجرا کنید. یه دونه تک پرینت هستش، یعنی اینکه من فقط از این میخوام پرینت بگیرم، تک پرینت رو میزنم، میگه اون فولدری که میخوای فایل پی دی اف ذخیره بشه رو انتخاب کن. اوکی میکنم. فرض کنید یه دونه اینجا فولدر جدید میسازم به نام پرینت. خب اوکی میکنم، میرم داخل این فولدر و اوکی رو میزنم. اینجا اکسل به صورت خودکار میاد توی پوشه پرینت یه فایل پی دی اف با اسم اون شخصی که چک براش صادر شده و عدد 1 اینجا میذاره، اینجا قرار میده واسهتون. عدد 1 هم بر اساس تاریخ صدور چک هستش. خب وقتی این فایل پی دی اف رو باز کنین نشون میده که بدون عکس اون چک، دیتاهایی که میخواین، دادایی که میخواین روی چک پرینت گرفته بشه رو یک جای خاصی قرار داده. اگر این رو پرینت رو بزنید دیگه به صورت و چکتون رو، خود برگه چک رو داخل دستگاه پرینتر قرار بدین و پرینت رو بزنین، دیگه به صورت کامل روی اون چکتون پرینت رو میگیره و اینجا به راحتی میتونین یه کنترل پی بزنین و اون وقت پرینت رو بگیرین. چرا مستقیم نزدیم که پرینت رو بگیره؟ به خاطر اینکه شخص فرصت داشته باشه یه بررسی نهایی اگر خواست انجام بده و همچنین فایل پی دی اف چک هایی که میگیره رو ذخیره داشته باشه و بتونه یه پایگاه داده ای از اونا رو جمع آوری بکنه. حالا فرض کنین که شخص یه لیستی رو اینجا وارد کرده از طریق همین ثبت داده ها، همینطور به لیستش اضافه کرده، دونه دونه اسامی رو تغییر داده، مبلغ رو تغییر داده و به این لیست اضافه کرده. حالا میخواد از کل این لیست پرینت بگیره، لازم نیست دونه دونه دیگه پرینت بگیره، تو همین برگه چک کافیه پرینت از کل لیست رو بزن، یا اینا رو قرار داده تنظیمات پرینت رو هم اوکی کرده یا اینکه دوباره میخواد اوکی کنه، فرق نداره. پرینت از کل لیست رو میزنه و میگه دوباره اون فولدر مد نظرت رو انتخاب بکن، میادش اینجا فولدر پرینت رو انتخاب میکنه و اوکی میکنه. اینجا اکسل شروع میکنه از کل این لیست دونه دونه پرینت رو میگیره و پی دی افش رو با اسم اون اشخاصی که پرینت گرفتن، الان چون همش آقای بهرامی بودش، آرش بهرامی بودش، اینجا همه یکسان بودش، بخاطر همین یکسان شده، ولی خب اصولا اسامی فرق داره دیگه، اما اگه اسامی هم فرق داره 1 2 3 میذاره، یعنی 1 2 3 رو میذاره، میگیم چک 1 مربوط به آرش بهرامی، چک 2 مربوط به آرش بهرامی و غیره. خب حالا اینا رو باز میکنیم میبینیم که میتونیم چک کنیم دوباره که آیا چک ها درست بوده یا نبوده. حالا میخوایم از کلش پرینت بگیریم، لازم نیست دونه دونه اینا رو باز کنین که پرینت بگیریم. فرض کنین چک کردیم به صورت تصادفی مثلا 100 تا پی دی اف اینجا درست کرده واسه ما، حالا میخوایم پرینت رو بگیریم، لازم نیست دونه دونه اینا رو بررسی کنیم، مثلا 2 تا 3 تا دونهشو بررسی کنیم. اوکیه، یه کنترل ای میزنیم، خب کل این فایل سلکت میشه، این از این بالا اینو بزنیم کلش سلکت میشه. همینجا اگه کنترل پی رو بزنیم، اگه کنترل پی هم از این کلیک راست کنیم پرینت رو بزنیم، این آماده پرینت شدن هستش و میفرسته واسه پرینترتون. الان اگه اینجا من دارم نشون داده، مستقیم فرستاده واسه پرینت، کل این پوشه ها رو فرستاده و دونه دونه پرینت میگه. الان چون پرینتر به این وصل نیستش این کار رو انجام نمیده، وقتی که این پرینت تموم شد دونه دونه بقیه رو میگیره و پرینت شما آماده است. علاوه بر این که تونستیم از همه اون چک ها پرینت بگیرین، یه پایگاه داده ای هم ذخیره دارین از پی دی اف چک هایی که پرینت گرفتین و میتونین اونها رو بر اساس تاریخ سیو کنین. الان اینجا ارور داد که آقا شما پرینترتون وصل نیستش، من اینا رو باید کنسل کنم همشونو. خب
این نرم افزاری هستش که میتونید ازش استفاده کنید واسه اشخاصی که پرینت چک زیاد صادر میکنن، شرکت هایی که چک صادر میکنن، میتونه کاربردی باشه و همین الان هم وبسایت ها و نرم افزارهایی هستن که میفروشن و خب شما با اکسل خیلی راحت تر و کاراتر میتونید از اون استفاده کنید. امیدوارم مفید واقع شده باشه و بتونید به صورت بهینه از این نرم افزار استفاده کنید. خدا نگهدار.